بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. کاروان استدیو با کادر با تجربه آماده فیلم برداری و عکاسی مراسم عروسی، شیرینخوری، روز تولد با شرایط مورد نظر شما است. همچنین کاروان استدیو تهیه و ترتیب اعلانات تجاری، دیزاین و چاپ کارت‌های شیرینخوری، عروسی و کارت‌های ویزیت فلایر را با نرخ مناسب می‌پذیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با حبیب حبیبزاده به شماره تلفن 604-710-6662 تماس حاصل فرمایید. با مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، لمرجان لیمیتد به مسلمانهای عزیز اجناس آتی را به قیمتهای فوق‌العاده ارزان عرضه می دارد. قلمی که قرآن شریف را می خواند، می آموزاند و به زبانهای مختلف ترجمه می نماید، توسط مشهورترین قاری های جهان اسلام قرائت می شود، هدیه $60. تسبیح الکترونیکی فی عدد $2. عبایه با دیزاین های قشنگ $25. چادر دوتکه همراه کلا $5. کلاه چادر $2. دامن های خیلی قشنگ و مرغوب $10. و دهان و جنس دیگر را از آدرس های زیل می توانید به دست بیاورید. شهر سوری، حبیب مارکت، واقع 101-19-136 ستویت، تلفون 604-564-6500. شهر برنابی، کابل بازار، واقع 76-22 سرک 6، تلفون 778-397-6238. برای فری دیلیوری با انور فقیرزاده، با شماره تلفن 778-990-0795 به تماس شوید.
که در الفاظ نگنجی، که در اندیشه نیایی، کچ موجود خدایی، کچ دردی چی دوایی، که همه آیت عشقی، که همه لطف عطایی، کچ موجود خدایی، کچ دردی چی دوایی. بیننده‌های عزیز تلویزیون کاروان، با عرض سلام خدمت شما. امیدوار هستم ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشی بگذرانید و این هفته باز هم در خدمت شما قرار داریم. گردش ماه بار دیگر ما را در آستانه حلول ماه مبارک رمضان قرار داد. با ورود به ماه رمضان، عبادت خاص این ماه نیز در اذهان مردم روشن می شود. از این رو ماه رمضان را ماه روزه نیز گفتند. همچنین بنابر روایات در قرآن، ماه مبارک رمضان ماه صبر نیز گفتند. ماه خدا و ماه مهمانی الهی از دیگر اسامی است که به اعتبارهای مختلف به این ماه عزیز داده شده است. بهترین و پرفیضترین عبادت در بهترین ایام، موجبات رشد و تعالی انسانها و دستیابی به قرب الهی را آسانتر می سازد. از مجاهد نقل شده که نگو رمضان، بلکه بگو ماه رمضان، زیرا تو نمی دانی رمضان چیست. ماه رمضان به خاطر نزول قرآن در آن ماه برتر شده است. خداوند متعال در آیه 185 سوره بقره می فرماید ماه رمضان ماهی هست که قرآن در آن برای هدایت بشر و راهنمایی و تشخیص حق از باطل نازل شده است. پس هر کس ماه رمضان را دریابد، باید تمام آن ماه را روزه بگیرد. ای مردم، در این ماه درهای بهشت باز است، پس از پروردگارتان بخواهید که آن را بروی شما نبندد، و درهای دوزخ بسته است، پس از پروردگارتان بخواهید که آن را بروی شما باز نکند. نه تنها قرآن در ماه رمضان فرو فرستاده شده است، بلکه کتب دیگر آسمانی نیز در این ماه نازل شدند. انس ابن مالک می گوید از رسول خدا شنیدم که فرمود این ماه رمضان است که آمده، در آن درهای بهشت باز و درهای آتش بسته و شیاطین در غل و زنجیر می باشند. در ماه رمضان شب قدر قرار دارد و به این وسیله، یعنی به وسیله شب قدر، نیز ماه رمضان از دیگر ماه‌های سال متمایز می شود. همان شب قدری که از هزار ماه بهتر است و زمین از حضور ملائکه و روح بر می شود. در شرافت شب قدر همین بس است که اولیای الهی به خاطر درک آن تمام شبهای سال و یا حداقل تمام شبهای ماه رمضان را تا صبح به عبادت می پردازد تا آن را درک نمایند. شب قدر قبل از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و آله نیز وجود داشته.
غفران الهی در ماه رمضان بیش از ماهای دیگر شامل حال بندگان می شود. به طور که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ضمن روایت می فرماید در روز اول ماه رمضان دستهای شیاطین در غل و زنجیر است و در هر شب 70,000 نفر آمرزیده می شوند. وقت شب قدر شد، خداوند به اندازه ای که در ماه رجب و شعبان و رمضان تا آن زمان آمرزیده است می آمرزد و بین مؤمن و برادرش دشمنی باقی نمی ماند. ماه رمضان ماهی هست که ابتدایش رحمت، میانش مغفرت و انتهایش رهایی از آتش است و آن ماه صبر است و ثواب صبر بهشت هست و آن ماه تسویه هست و ماهی هست که در آن روزی مؤمن زیاد می شود. رسول گرامی اسلام در آخرین جمعه ماه شعبان خطبه خواند که بهترین گویایی را در ماه رمضان دارا می باشد. بیننده های عزیز تلویزیون کاروان، این بود برنامه ویژه به مناسبت ماه مبارک رمضان. تا برنامه آینده که بازم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. روزتان خوش.
قابل توجه صاحبان مشاغل، اعلانات شما در تلویزیون کاروان به بیزینس شما رونق بیشتر می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر با حبیب حبیبزاده با شماره تلفن 604-710-6662 تماس بگیرید. سلام بیننده های عزیز، من محجوب بدخش هستم با ویژه برنامه ماه مبارک رمضان. امیدوارم طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق واقع شود. با این امیدواری شعری را اجرا می کنم که خدا کند مورد قبول شما عزیزان واقع شود. الهی، در حلقوم هر دردمندی تو را نالیدم، در چنگ هر نوازنده تو را نواختم، در زبان همه شاعران تو را سرودم، در قلم همه نقاشان تو را نگاشتم، در تیشه همه پیکرتراشان تو را ساختم، در خلوت تنهایان برای تو گریستم، در همه دلهای عاشق به خاطر تو تپیدم. چشم‌های خوب از دل من اشک ریخته‌اند، همه آه‌های ناکام از سینه من برخاسته‌اند، در همه بی‌تابی‌ها غم‌های ناشناس، حسرت‌های مجهول، آتش‌های تشنه، جستجوهای بی‌انتها، همه من بوده‌ام، همه تو بوده ای. در دل سیاه شب هر ستاره‌ای که سر می‌زند اوست، چشمک هر ستاره‌ای نگاه دزدانه اوست که مرا پیغام می‌دهد که در زمین تنها نیستی، که مرا غروب نیست، مرا با تو جدایی نیست، مرا بی تو زندگانی نیست، مرا بی تو سرنوشتی نیست، سرگذشتی نیست. هر ستاره‌ای مرا مژده است که او هست، که او است، که او خورشید بی غروب من است، که او وصال بی فراق من است، که او حضور بی غیبت من است، که او همیشه است، که او همه جا است، که او در هر چه، در هر که هست، هست، او در دم هر نفس من است، در کوبه هر نبض من است، طعم هر طعامم اوست، شهد هر شرابم اوست، عطر هر یاسی نجوای اوست، وزش هر نسیمی نوازش اوست، قطره هر شبنمی عشق اوست، عاشقی رنگ سمند اوست، و دعا
دست نیاز به سوی اوست. بینندگان عزیز، این شعری بود ویژه برنامه ماه مبارک رمضان. خدا کند مورد پسند شما واقع شده باشد. خدا نگهدار. You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, Mustafa, ala Habibika, Nabika, Mustafa. You came to me in a time of despair, I called on you, you were there. Without you, what would my life be? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, Mustafa, ala Habibika, Nabika, Mustafa. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulallah. You came to me in that hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulallah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. To be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, Mustafa, ala Habibika, Nabika, Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, Mustafa, ala Habibika, Mustafa. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything just to be with you. علا عزرت احمد شاه بابا لا اشعار سخه. موسیقی
نن بیا حسه ده گلزار پنندارزم نن بیا حسه ده گلزار پنندارزم چله یار سره ام خوخ هم کنارزم تورسترگ سره لبان شنه خالونه ستا دلب پمی و مستی مستانزم چه رقیب در رقیبان و خدای پناک رل چه رقیب در رقیبان و خدای پناک رل پتوله دشو یاران و هموارزم چه برکرم خدای لاس پر رقیبان و ترو بزه دهن بلور و تماشازم چه دهن ده ملکو فتم روزی شوا چه دهن ده ملکو فتم روزی شوا نور ایران لرا پتوغ پا نغارزم پرداکر داد ده خدای نشه پشیمانه ترنگین می ایران لاند شاهانزم ز تسخیر ده ولایت ده خدای پداد کرم ز تسخیر ده ولایت ده خدای پداد کرم پا مدد ده حبیب هر خواتا ززم ز احمد دنیا فانی گنم چنشتا ز احمد دنیا فانی گنم چنشتا دنیا پاته لا ایمانا پسرا زم
استدیو با کادر با تجربه آماده فیلم برداری و عکاسی مراسم عروسی، شیرین خوری، روز تولد با شرایط مورد نظر شما است. همچنین کاروان استدیو تهیه و ترتیب اعلانات تجاری، دیزاین و چاپ کارت‌های شیرین خوری، عروسی و کارت‌های ویزیت فلایر را با نرخ مناسب می‌پذیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با حبیب حبیبزاده به شماره تلفن 604-710-6662 تماس حاصل فرمایید. موسیقی
این مستند داستانی است از افغانانی که با ریختاندن خون و عرقشان در ساخت و ساز کشور استرالیا نقش بسزایی را بازی نمودند. افغانانی که به بهانه رنگ پوست، زبان و مذهبشان از جامعه سفید پوست این کشور در دشت‌های سوزان و خشک استرالیا رانده شده و حتی هویت این افغانان به شکل مرموز محو گردیده است. بعضاً پاکستانی می‌نامندشان، بعضاً هندی و بلوچی. This is the biggest thing that has ever been done in recognition of our forebears, our ancestors, our grandfathers, those men and their animals that brought the transportation industry to Australia. They were a proud race of men. We are a very proud race of descendants. این دلاوران راهی را تعیین نمودند که دیگر هیچ قدرتی در سالهای 1860 میلادی قادر به انجام آن نبوده است. این افغانان سرک ساختند، لین تلگراف و خط آهن ساختند و از جمله اولین مسلمانان این کشور به شمار می روند. و اما دولتین استرالیا و افغانستان هیچ توجهی را حتی بعد از 115 سال ورود افغانان به این کشور انجام ندادند. بنابراین برای افغانان راضی است که برای اولین بار به شکل داستان مستند ارائه می گردد، داستانی که بازیگران اصلی آن نیاکان تنها و فقید افغانان بوده که به شکل مرموزی در دشت‌های سوزان استرالیا از بین رفته و بدون هیچ نام و نشانه دفن گردیده اند. میلیون ها دلار ثروت این افغانان نیز ناپدید است. منازلشان غصب گردیده، زمین هایشان به فروش رسیده و حیواناتشان به شکل وحشیانه ای در دشت های استرالیا به سر می برند. Abdulwahid, did you meet with Abdulwahid? No, that was 100 years ago. That was long time before us. Long How time. You know he went back to Afghanistan? We know that. We know people know him. Who was Ali alive? Yeah, they was know alive, him. They know him. Okay. Muhammad Ali know him. Jumahan know him. Salim Muhammad know him. We don't know. Because okay, they told you that he went back to Afghanistan. Yes, he went. He went and bought that house opposite the parliament in Sydney parliament. And they take the house. They take it over. Who took it over? Government. واقعا افغانانی که در سالهای 1860 تا 1920 در استرالیا سرازیر گردیده بودند، کیها بودند؟ چی کارهای مهم را در این سرزمین انجام دادند؟ چی زبان صحبت میکردند؟ مذهب و فرهنگشان چگونه بوده است؟ گر شراب و بن خوردی توبه کن الله بگو یاد ما کن در دهانت پر شراب و بنگانه المدد علا مدد المدد علا مدد علا مدد علا مدد
پیر علامدت روشن زمین علامدت پیران پیر علامدت روشن زمین بشنو همین فریاد بخانم عبدالقادر جیلانی بشنو همین فریاد بخانم عبدالقادر جیلانی بشنو همین فریاد بخانم عبدالقادر جیلانی شاهین شاه بلند نختر بگیره دستم که در محشر شاهین شاه بلند نختر بگیره دستم که در محشر دو فایل روی پیغمبر مدد یا الله جانی مدد یا الله جانی کرم کرم نگاه کرم 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 چشمه کرم 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 نگاه کرم 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 چشمه کرم بشنو همین فریاد بخانم عبدالقادر جیلانی بشنو همین فریاد بخانم عبدالقادر جیلانی بشنو همین فریاد بخانم عبدالقادر جیلانی کمی و کیفی برنامه‌های خود به گویندگان فارسی و پشتو زبان ضرورت دارد.
از جوانانی که به زبانهای فارسی و پشتو تسلط دارند و خواهان همکاری با تلویزیون کاروان می باشند تقاضا می شود با ما در تماس شوند.